اما فضا بریم به دنیای ماتریکس، جایی که مشتاقان این فیلم محبوب بعد از 18 سال صبر حالا میتونن ماتریکس 4 رو تماشا کنن. بالاخره بعد از چند بار تاخیر از امروز نمایش ماتریکس در سینماهای آمریکا و چند کشور دیگه شروع شده. نمایش افتتاحیه این فیلم علمی تخیلی هفته پیش در تورنتو برگزار شد، اونم در حالی که با شیوع گسترده سویه اومیکرون و ویروس کرونا در آمریکا و اروپا باز هم امکان بسته شدن سینماها وجود داره. آرش علایی همکارم از واشنگتن با ما همراه شده. آرش، میدونم خودت هم منتظر این ماتریکس 4 بودید، از حال و هوای اکرانش در آمریکا برامون بگو و چطور دارن بهش میپردازن. میدونم که هنوز نیومده، نقد ها و اینا هم شروع شده. ببین، شما گفتیم ماتریکس 4، اسمش از ماتریکس رستاخیز. این که شما میگی 4 بستگی داره که چجوری بشماری ماتریکس های مختلف. و فیلم اولش 1999 اومد و بعد سیکوال ها یا فیلم هایی که دوتا فیلم بعدیش سال 2003. اما بین این در واقع ماتریکس 1 و 2 یک انیمیشنی به اسم انیمیتریکس ساخته شد که اون بخش های عمده ای از داستان هایی که به طور پارالل در همون زمانی که نیو داره در ماتریکس اتفاقات مختلفی واسش میفته، 9 تا داستان دیگه بود که اون بعضی از اون داستان هم رب پیدا میکنه به ماتریکس ریلودد و ریولوشن که 2 و 3 بودن. بنابراین این که بگیم ماتریکس 4، بعضی ها در مورد این قضیه میگن این ماتریکس 5، بستگی داره گفتم چجوری بشمونیم. میتونیم بگیم آره 4 به علاوه 1، ماتریکس 4 به علاوه 1 رو بیشتر دوست داریم. اما نکته اصلی این است که خیلی از اون داستان هایی که ما توی ماتریکس 2 و 3 و حتی 4 میبینیم تو انیمیتریکس شروع شده. بنابراین اگه خیلی از دوستانی بودن که انیمیتریکس رو ندیدند، بهتره برن دوباره ببینن، مرور بکنن. در مورد ماتریکس رستاخیز، خب این اولین فیلم ماتریکسی است که توسط قبلا برادران واچوسکی بودن، لری و اندی واچوسکی که کارگردانان این فیلم هستند، هر دوتا تغییر جنسیت دادن و الان خواهران واچوسکی هستند و الان قبلا لیلی و لانا بودن، الان لانا به تنهایی این فیلم رو کارگردانی کرده. بنابراین اولین فیلم ماتریکس هست که یک دونه از خواهران واچوسکی در واقع الان داره کارگردانیش رو انجام داده. آقای کیانو ریوز نقش اصلی که در واقع نیو رو بازی کرد و این فیلم انقلابی رو وارد در واقع فرهنگ جهانی کرد. خیلی شما گفتی فیلم علمی تخیلی، خیلی ها میگن این فیلم یک فیلمی است که بسیار فلسفی است. حتی در اون فیلم 1ش وقتی مورفیوس داره به نیو اون قرصهای آبی و قرمز رو میده، خیلی ها میگن این همون نوع در واقع سرنوشت خود برادران واچوسکی است که دارن میگن که ما وقتی از یکی از این قرصها رو انتخاب کنیم تغییر جنسیت بدیم، دیگه بازگشتی وجود نخواهد داشت. در مورد نقدهاش گفتیم، نقدهاش بسیار گیج کننده است. من نقدهای خوندم که گفته بود من 15 دقیقه نشستم فیلم رو نگاه کردم و ترک کردم سینما رو چون واقعا سرخورده شدم. بعضی ها میگن این بهترین فیلم ماتریکس بوده بعد از ماتریکس 1. خیلی ها اومدن و روی اینترنت گفتن که این یک فیلمی بوده که بیشتر به جنبه های اصلی فیلم 1 وفادار باقی مونده و بنابراین خیلی متفاوت هست نقد ها. من امروز سعی کردم که خودم بلیتش رو بخرم و برم فیلمو ببینم، اما بلیتی امروز موجود نبود. خودش نشون دهنده این است که چقدر استقبال وجود داره از این فیلم در آمریکا، با وجود اینکه با اومدن دوباره سویه جدید اومیکرون میگویند که ممکن است سینماها در آمریکا به زودی دوباره تعطیل شن. ممنونم آرش، امیدوارم قبل از تعطیل شدن سینما بتونی حتما ماتریکس 4 به علاوه 1 رو ببینیم.